فقه روزه، روزه از عبادت های است که اجر بیشتر و ثوابی بسیار دارد. حدیث ابو سعید خدری رضی الله عنه است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که یک روز در راه الله روزه بگیرد، الله تعالی چهره اش را به اندازه 70 سال از دوزخ دور میکند. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم. و مقصد از دوری در این حدیث نزدیک شدن او به بهشت می باشد. چون فقط دو راه وجود دارد که یکی به دوزخ و دیگری به بهشت می برد. بنابراین به هر مسلمان لازم است که عبادت را غنیمت شمارد و برای فهمیدن مسئله از روزه باید تعلیم بگیرد. مخصوصا مسئله هایی که خیلی به آن محتاج است. به مثل حکم روزه داشتن برای شخص بیمار و غیره ها. از جمله آن مسئله ها مسئله که روزه را فاسد میکند و چیزی که روزه را فاسد نمیکند. چیزی که روزه را فاسد میکند به مثل شستن گرده با کدام راه نباشد روزه را میشکند. و اینچنین استفاده سوزنداری که به بدن فرستاده میشود که اگر آن به انسان غذا گردد. و آن چیزی که روزه را فاسد نمیکند استفاده دمکشی مایعات بخار شونده به مقصد معالجه بیماری استما. داروی هایی که زیر زبان برای بیماری های قلب گذاشته می شود. استفاده گاز اکسیژنی برای نفس کشیدن. استفاده سوزنداری هایی که به بدن انسان غذا نمی شود. داروی که مانع حمل می شود. خون دادن برای سنجیدن آن. به بدن داخل کردن کاتترها. استفاده خاکی دندانشویی جایز است، لیکن برحذر باشیم تا آن به حلقمان نرود. مؤسسة الدرر السنية